فرار از جنگ خیبر. یه خورده بریم جلوتر، شاید به خاطر فتح و فتوحاتی که داشتند، بدر، حنین، خندق، صفین و فتح الفتوحاتشون خیبر. شما خیلی بهتر از من میدونید که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طی 3 روز قبل از آقا امیرالمومنین که در روز سوم فرمانده لشکر شدن، 2 تن از خلفا رو انتخاب کردن به عنوان فرماندهی سپاه. متاسفانه نه تنها کاری نکردن، از میدان گریختند. اما روز سوم امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام آن کار بزرگ رو انجام دادن. بینندگان گرامی، نکته قابل توجه این است که وقتی فضیلت یکی از اصحاب رضی الله عنهم بیان شد، به این معنا نیست که در وجود سایر صحابه کرام عکس آن فضیلت است. به طور مثال وقتی میگوییم علی رضی الله عنه شجاع بوده، به این معنا نیست که ابوذر رضی الله عنه ترسو بود، والعیاذ بالله. هر یک فضائل خودش را داشتند، طوری که رسول گرامی برای تشویق و بالا بردن روح معنوی یاران خود می‌فرمودند: خیر رجالتنا اليوم سلمه، امروز بهترین پیادرو ما سلمه ابن اکوه هست. ابو عبیده ابن جراح امین هذه الامه، ابو عبیده ابن جراح امین این امت است. ان ابنی هذا لسید ولعل الله ان یصلح به بین فئتین من المسلمین، این فرزندم حسن رضی الله عنه سید و آقاست و خداوند او را سبب صلح و سازش 2 گروه از مسلمانان قرار خواهد داد. در غزوه خیبر هم سخنی از ترس و فرار خلفا نیست. دوماً فتح خیبر نزدیک به 1 ماه طول کشید، چرا پیامبر روز اول علی را نفرستادند تا خیبر را فتح کند. پس معلوم می شود که عدم فتح خیبر در 1 ماه ترس و فرار نبوده و از روزخان می خواهیم که معنای واژه های عربی را بداند تا در آینده به اشتباه نرود و بداند که فتح خیبر فضلی برای علی رضی الله عنه و پیروزی برای تمام اصحاب و مسلمین هست، نه چیز دیگری. و از این روزخان و امثال او می پرسیم که چه کسی اهل رده را به زمین نشاند؟ آیا خلیفه اول مسلمانان نبود؟ چه کسی کسرا و قیصر را به خاک مالید؟ آیا عمر رضی الله عنه نبود؟ باز اینها ترسو و فرار کننده هستند؟ اصلا چرا جای دوری برویم؟ وقتی شما میگویید علی رضی الله عنه شجاع بود، ما هم قبول داریم و میگوییم که علی اسدالله و اسد رسولش بود، ولی از سوی دیگر شما عقیده دارید که خلفا به گردن علی طناب انداختند، والعیاذ بالله، کشان کشان گردنش را کشیدند تا بیعت کند و او هم بیعت نمود و فاطمه زهرا رضی الله عنها را خلفا کتک زدند و از این قبیل حرف ها. پس این شجاعت علی در آن روز کجا بود؟ شماها علی رضی الله عنها را ترسوتر نشان دادید، حالا طبق عقیده خودتان این ترس نیست؟ مسلما خواهید گفت این تقیه است. میگوییم کسی که زنش را بزنند و به گردنش طناب بیاندازند و خلافت الهی را از او غصب کنند، تقیه بکند، ترسو بودنش به 1000 بار ثابت می شود. البته اینها عقاید خود شما درباره امام علی رضی الله عنه و اهل بیت ایشان است و ما منتظر هستیم تا از شما بشنویم که چگونه این تضادها را توجیه می کنید.